حسن تایی معاون وزیر تعاون کار و امور اجتماعی ایران میگوید بازار کار ایران با چالش های بسیاری روبروست از جمله بیکاری دانش آموختگان و نبود تناسب بین دستمزدها و بهرهوری اما به گفته آقای تایی وخامت بیکاری در مناطق مرزی ایران از بزرگترین چالش هایی است که کشور با آن مواجه است هرچند این مقام ارشد اقتصادی از جزئیات بیکاری در مناطق مرزی کشور سخن نگفته اما مرکز آمار ایران بر اساس تازه ترین سرشماری اعلام کرده است یک میلیون و هفتصد هزار نفر در شانزه استان مرزی کشور بیکار هستند. استان ایلام از جمله مناطقی است که نرخ بیکاری در آن بیش از سایر نقاط کشور گزارش شده است. بهار سال گذشته نرخ بیکاری در ایلام 21 درصد گزارش شد، بالاتر از همه استانهای دیگر ایران. این وضعیت منجر به مهاجرت اجباری ساکنان استانهایی مانند ایلام به شهرهای بزرگتر شده است. بحران در تولید و وضعیت نامعلوم کارخانه های فعلی در کنار پروژه های عمرانی ناتمام چشم انداز روشنی از آینده اشتغال به ویژه در نقاط محروم و مرزی ایران مانند ایلام به دست نمی دهد. در حال حاضر میزان بیکاری در میان جوانان سراسر ایران حدود 26 درصد است تغییر این وضعیت مستلزم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است اما دولت حسن روحانی می گوید پولی در خزانه نیست علی طیب وزیر اقتصاد گفته است دولت با کسری بودجه 28 هزار میلیارد تومانی روبروست و پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی ندارد پوریان نواب صدای آمریکا واشنگتن